میشونی که از کسانی هستن که در وسط نیروهای ملی دستگیر شده و به محل موقت نخست وزیری برده شدن و تا چند لحظه دیگه خبرنگاران با تیمسار رنسیری گفتگو خواهند کرد و خواهند پرسید که علت فجایعی رو که انجام دادن عمال ساواک در این مملکت و هزاران نفر از افراد مملکت رو به خاک و خون کشوندن و حتی کسایی رو که برای خواندن یک کتاب و حتی نگاه داشتن یک عکس در منزل به حبس ابد حتی محکوم میکردن چه بوده؟ تیمسار رنسیری، این سوال ما از شما دارم. در حال حاضر شما الان میگین حرف نمیتونن بزنن، ولی خیلی از کسانی هم بودن وقتی که به کمیته به سواک میدن اونا هم صحبت نمیتونن سن بکنن، ولی با زور از اونا صحبت میگرفتن. علت چی بود؟ تیمسار، اکثر کسانی که توسط نیروهای انقلابی دستگیر شدن کسانی بودن که قصد فرار داشتن. شما هم در شمار اینا بودین یا خیر؟ من تو زندان بودم. تیمسار، سازمان امنیت و اطلاعات کشور تا چه اندازه تونست قیام ها، نهضت ها و انقلاب های اصیل کشور ما رو از بین ببره و تعداد زیادی از جوان ها رو به خاک و خون بشونه؟ بحث زیادیه، نمیشه اینجور مختصر جمعه کنید. نه، کلن عمال چه تعداد از افراد این مملکت رو از بین بردن به طور تخمین به هست؟ رحمه نیست. شما از چه کسی دستور میگرفتیم؟ این سازمان ادارات مختلفه، هر کس مسئول کار خودش بود. من یه رابط بودم. رابط بین چی تیزه؟ رابط بین مسئولین و دولت. چه کسی دستگاه های شکنجه و همچنین شکنجگران ایران رو تقویت میکرد؟ من شکنجگران هیچ خبری ندارم. من اگر اینها در رده هفت و هشت من بودم، مسئول کسان دیگه است. چه کسی دستور شکنجه رو صادره؟ دستور شکنجه اصلا داده نشده. یعنی شما نقل منکر این بشین که در ساواک شکنجه اعمال نمیشد؟ من نمیدیم که میگم دستور داده نشده بود. اشتباه. یعنی ماموران ساواک سر خود مردم رو شکنجه میکردن و زجر میدادن؟ من نمیدونم. تیمسار، الان شما قیام مردم ایران رو به چه صورت توجیه میکنید؟ در سال 42 هم اگه خاطرتون باشه قیام ملی انجام شد، ولی توسط نیروهای ارتش و نیروهای ساواک در هم شکست. علت اون چی بود؟ در خرداد سال 1342 در سر جریانات انقلاب اصیل ملت ایران امام خمینی به خارج از کشور تبعید شدن. خاطرتون هست؟ من مسئول ساواک بودم اون روز. ولی نسبته دیگه هم بشین که شما مسئول ساواک بودین و اونها رو هم در هم شکستین. اونا چی؟ کدوم؟ روزها نمیشد که در این مملکت خون ریخته نشه توسط عمال ساواک. آیا اونا نهضت بود یا نه؟ اونم نهضتی بود. صرف نقش شما صرفا فقط یک رابط بین کسانی که دستگیر میشوند و دولت بود؟ دولت بود. یعنی تمام اتهامات که به شما وارد شده شما اونا رو قبول نداری؟ به شخص من نه. از علت دستگیری شما چی بوده و علت دستگیری تو چی بوده و چه کسی مسئول؟ چهار ماه من در زندانه. شخص شاه تا چه اندازه در تقویت ساواک نقش داشت؟ تقویت ساواک مثل همه وزارت خانه های دارد. تیمسار، شما حدث میدادین که روزی مردم ایران چنان انقلابی به پا بکنن که افرادی که واقعا مردم این مرز و بوم رو عمری تحقیر کردن، عمری تحمیق کردن، عمری زجر و شکنجه دادن و اموال اونا رو غارت کردن و تمام هستی و نیستی اونا رو از بین بردن،
به یک چنین روزی که در آن در هیبت شما ببینیم در بیان؟ همه چیز در دنیا ممکن. شما حدس میزدیم؟ هیچ استفاده نداشت. حدس میزدیم اون کار رو انجام میدهدیم؟ من نکردم. خب بینندگان عزیز، خودتون ملاحظه کردین و من فقط یک خبرنگار هستم، نه قاضی، ولی خود شما به عنوان یک قاضی و یک داور عادل میتونین روی صحبت‌های تیمسار ارتشبد نصیری رئیس ساواک قضاوت کنید.